د لوی وبخون کې را په سپیشل نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو سلامونه ستړي مې شهیدان خبرونه ته موزه خیبر الکو زه هر کله کوم نن پر دې موضوع بس لري چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د کار او تعلیم څخه د خزو او نجونو د بے برخي کېدو په تړاو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي ده داسې ښکاري چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې د کار او تعلیم په څیر له اساسي حقوقو محرومیږي. نوموړي پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. په ورته مهال د اروپا پارلمان ویلي چې د فبروري پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان د ښځو په اړه د افغانستان د میرمنو ورځې په نوم یوه غونډه جوړو او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د میرمنو وضعیت پکې بحث کوو. په ورته مهال یو شمیر نجونې له اسلامي امارات څخه غواړي چې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، خو اسلامي امارات بیا وایي چې د اسلام او شریعت په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي. په همدې موضوع د بحث لپاره راسره د ښځو د حقونو دوه فعالانې تفسیر سیاپوش او سمیرا خیرخوا د بحث میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. ستړي مشي اغلی خیرخوا، که له تاسو یې راپیل کړو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ټویټ د افغان میرمنو د حقونو په تړاو تاسو څنګه ارزوئ؟ با سلام و عرض احترام و خدمت بیندایتان همچنان مهمان گرامیتان، در رابطه به موضوعی که بر حق و حقوق کار زنان بحث شده، ما اینچنین نظر دارم در صورتی که در یک جامعه خانما از حق تحصیل کار محروم باشند، او جامعه جامعه ای است که به یک حساب ازم پاشیده و توسعه نیافته. بنان هر نماینده و یا هم هر سازمانی که در رابطه به موضوع سیاسی افغانستان نظرشان ارائه می کنند، باید تمام ابعاد بسنجن، برای اینکه نظام سیاسی افغانستان با سپری کردن چند سال تحول، تلاش، کوشش در این موقف رسیده. بنان اگر قشر تحصیل کرده جامعه را مد نظر نگیرند، ما فکر میکنم اینا خودشان نقض فاحش حقوق بشر در راسته انجام دادن. بنان نظر ما ای است که باید صدای ما داریم؟ بله بله. بسیار خوب. نظر ما ای است که حالا که به هر شده یا به صورت تحمیلی یا هم که خاطرت از آن خود کردن، باید بفهمند اگر در این نظام زنان افغانستان را سهم نتن، کودکان را در مکتب درای مکتب باز نگذارن و مسئولین را به دانشگاه نگذارن، پس این نظامشان نظام پذیرفته شده و مشروع بر ما نیست. چی از لحاظ شرعی ما در این مورد بس بکنیم، چی از لحاظ سیاسی و حقوقی. بنان نظر ما ای است تا ای که ما بیایم روی موضوعات نظر پردازی بکنیم، بیایم به صورت عملی طرحهایی را پیش بکنیم، کارهایی را مد نظر بگیریم که مؤثر باشد، چون به هر حال از لحاظ منطقه‌ای میگین یا از لحاظ دیگر مسائل، افغانستان چی از لحاظ جغرافیا نقش اساسی را در جامعه سیاسی کل کشور داره. بنان به نظر مازی که نظر میتن کارهای عملی را روی پیش فکر بکنن خوبتر است، چون اونا بیاین روی یک قشر اساسی جامعه بپردازن و خصوصا روی تحصیل و کارشان. خیلی مهم است که برنامه عملی را مد نظر بگیرن. اسلامی امارات هم وایي چې موږ خو ښځو ته حقونه ورکوو، او تر څنګ وایي چې د حمل په میاشت کې غواړو چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې اخلاص شي، بیا دغه خبره ولې بیا هم مد نظر ډېره نیول کیږي؟ ببینه نظر به اونا طرف ما اگر امارت اسلامی هم باشه، اونا نظر به تعهداتی که در طول پنج ماه داشتن ما ازشان، یعنی این انتظار داریم که طرحهایشان عملی بکنن، ولی بعضی از پالیسی ها را که اینا مد نظر گرفتن در قسمت تحصیل و کار زنان، اینا معقول نیست. ما جامعه اسلامی هستیم و از قبل هم تحت چوکات همی اسلام کار کردیم، فعالیت داشتیم و محدودیت وضع کردن به معنی حذف قشر تحصیل کرده و نظامند یک جامعه است. بنابراین امارت اسلامی را باید در قدم نخست کاری که بکنه ای است که وزارت زنان را فعال بکنن و
خانمای نخبه را در رس قرار بتن، از او طریق میتونن یک کمیته نظارتی را فعال بکنن و برای خود برنامه تحصیلی و یا هم برنامه کاری اونا ناظر باشن یا دید بازدید کنن. اینطور خودشان از ایدئولوژی خودشان میاین، تغییرات میارن، محدودیت وضع میکنن و وعده هایی را پشت هم میگذارن و نظر می این نتیجه مطلوب نمیده. اینا در جهان هم این را بیان میکنن که ما داریم سعی میکنیم، تلاش میکنیم، پالیسی میسازیم، در حالی که شما پالیسی ساخته شده چندین ساله، اگر شما نظام سیاسی افغانستان مطالعه بکنین از عمق موضوع دریافت میکنین که چقدر ما تغییرات را شاهدش بودیم و چقدر با مشکل به اینجا رسیدیم. بناهن اینا با توجه به ارزش ها بیاین و در مکاتب را و دانشگاه را همینطور دفاتر را به سوی همه باز بکنن. تاسو د خزو د وزارت یاد وکړله، ای اواز هم دغه د خزو وزارت کولای شي چې د میرمنو د حقونو خوندیتوب په اړه باندې خلاص شي او د ستونزه حل شي؟ ببینین در صورتی که اینا همچی یک مرکز و یا دفتر رفاه بگذارن برای خانما، اینا میتونن با این روی کردشان ذهنیت بتن برای عام مردم افغانستان که ما ارزش قائل هستیم به نام زن، به نام حقوق زن، به نام اسلام، مکتب اسلام، چیزی که تمام موضوعات اول برای مرد فرض دانسته بعد آمده برای خانما، چی از لحاظ حجاب پوشش باشه. اینا اگر این طریقه کار را بکنن ممکن برای بقیه کسای انگیزه خلق شوه که پس ما میتونیم دوباره قوت بگیریم و برگردیم به دفاتر کاری خود و یا هم به مکتب خود. و یا اینا به صورت مطلق آمدن محدودیت وضع کردن. حال ما از جمله افراد شدیم که حبس خانگی به سر میباریم، یک گده زیاد ما دیگه امید نداریم کار بکنیم، یک گده زیاد هم ممکن برازی باشه که برنامه تحصیلیشان بیرون از کشور پیش ببرن. از این خود قابل تعامل بر ما نخواد بود. اینا باید باینمی روی کرد، باینمی تعامل که در نظام گذشته بود، بیاین مکاتب را باز بکنن، دانشگاه را باز بکنن. حالا مننه تاسو ته بس که بهتره وګرځو فایل شون و نظریاتی که اینا میدن اینا مننه اغلی خیر خواه تاسو ته بس که بیرته راوګرځو. اغلی سپوش تاسو راته ووایئ چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه ټویټ چې کړی دی د افغانستان د میرمنو د پاړه چې دوی خپل حقونو څخه ورځ تر بلې محرومیږي، که څه هم اسلامي عمارت وایي چې په حمل میاشت کې موږ ښوونځي او پوهنتونونه به د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ای خبره همداسې ده که نه؟ دوی د په کوم اساس دغه خبره ترسره کوي؟ به نام خدا. السلام علیکم، وقت همه بخیر. قسمی که ما میدانیم همه مردم افغانستان، مدت پنج ماه، بیشتر از پنج ماه میشه که حکومت امارت اسلامی وعده هایی که داده اطال نتانستن را عملی کنن. همه یک چیز یعنی امید مردم افغانستان زیاد میکنه، به خصوص دخترای سرزمینه که اونا تعهد که کرده بودن به او، یعنی در حد گفتار عمل کردن که در سال جدید میتونه دخترها به مکاتب بره و دروازه های مکاتب برویشان باز میشه. به این معنا که این گفته های آقای مجاهد یا حکومت امارت اسلامی به این معنا هست که دروازه امید تک تک شده. امیدوار هستیم که دروازه ها باز شوه و دخترای سرزمین بتونن برن به مکاتب و آرمانایی که دارن، هدفهایی که دارن که به وطن خدمت کنن بتونن از این دریچه بکنن. و همین قسم بیایم سر حق و حقوق دیگر خانما، نه تنها خانما، البته که همه شهروندای افغانستان امروز نیازمند حق و حقوق هستن که در نظر گرفته نمیشه. امید که حکومت امارت اسلامی رو در نظر بگیره پیش از پنج ماه شده. بیاین که بگوییم که ما چقدر از نگاه اقتصادی ضربه دیدیم و همین قسم از نگاه از اینکه همه جوانای ما امروز بیکار است، از نگاه از اینکه امروز چقدر کودکای ما یعنی سرنوشتشان نامعلوم است، بخصوص دخترها، و حق خانم‌ها کجا است که امروز ادعا کردن؟ چند وقت پیش که این ادعا کرده بودن که خانم‌ها میتونه یعنی همسر خود انتخاب کنن، او حق حقوق برای ما از گذشته ها داده شده بود. ای که بعضی محدودیت‌ها در داخل افغانستان بود، یعنی ازدواج های اجباری بود، مواردای دیگه بود، او مربوط خود خانواده ها و مربوط همو اجتماعی که فرهنگ های ناپسندیده را یعنی قبول کرده بودن اجرا میکردن. اما در اصل 1400 سال پیش دین مقدس اسلام برای ما این حق داده بود و حق تعلیم و تربیت داده بود و همه حقایی که امروز در جهان میگن برای ما داده شده بود. اما یکی امروز عملی نمیشه، نمیدانیم که دلیلش چی بوده میتونه.
و دین مقدس اسلام محدودیت و شرطای را که وضع کرده برای خانم‌ها او به نفعشان است نه به ضررشان است. اسلامی امارات ولی دغه شرطونه وضع کړی تاسو وایئ چې مثلا اسلام موږ ته وړاندې را کړی او موږ تاسو ټول پوهیږو په دې باندې چې هو اسلام موږ ته دغه شرطونه وخت یې کې او موږ عملي کړی دي. اسلامی امارات د څه لپاره دغه شرطونه بیا کې خود لی تازه کړ؟ حکومت امارات اسلامی پاین ماست که میگم ما طرز العملی داریم که باید او را آماده کنیم. البته تنها در قسمت بانوان و دخترای سرزمین است. چرا این طرز العمل نمیتونه که یعنی به عموم باشه، به همه باشه؟ فقط امروز اگر ما ببینیم در هر جای فقط بعض در مورد خانم‌ها هست. بیاین که ما امروز بحث‌های دیگه ایم داشته باشیم. بیاین که امروز ما حق و همه شهروندان افغانستان در نظر بگیریم. بخصوص قشری که زیاد متضرر است که ما باز میتونیم بگوییم بانوان و کودکان. چرا امروز نمیتونه اینا رو در نظر بگیره؟ در صورتی که دین مقدس اسلام بر ما میگه که یعنی علم برای همه شما فرض است، برای همه مؤمنین. اینجا نگفته که آقایان نگفتن که بانوان، یعنی برای همه شما فرض است. پس اجازه بدن اگر امروز دین مقدس اسلام برای ما حقای دیگه دادن، امروز برای ما اجازه بدن که ما بتانیم یک افغانستان آری از جنگ، آری از خشونت داشته باشیم. چرا امروز اینا کار میکنن که جهانیان بتونن مورد نقد ما را داشته باشن یا مورد انتقاد داشته باشن که چرا امروز؟ اما اونا همچنان حق میگه، همه مردم افغانستان حق میگه. بیشتر از 5 ماه گذشته ببینین که امروز چی کار شده. در صورت که هر روز صدای بانوا بلند است که ما فقط 3 شعار دارن، میگن ما کار میخواییم، حق تعلیم میخواییم و نان میخواییم. پس چون حکومت امارات اسلامی امروز نمیخواهی که به این 3 خواسته همه مردم افغانستان بخصوص بانوان توجه کنن، من فکر نمیکنم که خواسته زیاد بلند باشه. امروز فقط زمینه را مساعد بسازن و به خواسته های مردم توجه کنن. امروز ببینن که جوان ها به کدام راه روان است. امروز ببینن که همه مردم افغانستان دوست داره که به وطنشان بانن، ببینن که در کدام وضعیت است. امروز ببینن که ما ثابت بسازیم به جهانیان. بله، امروز حکومت امارات اسلامی میخواهد که به داد و فریاد همه مردم افغانستان برسه، و خصوص خانمایی که همیشه متضرر بودن. امروز میخواین که از حق و حقوق و مسلمشان که دین مقدس اسلام برشان داده از او بهرمند شوند. اگر امروز اینا ندیده نمیگیرن، پس به این مانا هستن که تعهد که کرده بودن امروز نمیخواین او را عملی کنن. اما بازم ما مردم افغانستان امید از این داشته باشیم که حکومت امارات اسلامی این را در نظر بگیره و همچنان جهانیان بتونن به صدای افغان ها رسیدگی کنن. اما پیش از او باید حکومت امارات اسلامی دست به کار شود و به جهانیان نشان بده که بله، چیزی که ما دیروز ادعا کرده بودیم امروز رو عملی بکنیم. نړیوال ټولنه په رسمیت پیژندلو طالبان لپاره یو شرط دی خیده چې د ښځو حقونو ته پاملرنه باید وشي، او طالبانو هم همدا ژمنتیا ښودلې چې موږ د ښځو حقوقو ته ژمن ناستو. ستاسو له نظره دا ژمنتیا څومره واقعي ده؟ ما افغانا یعنی همیشه از گفته ها تجربه خوب نداریم، همه گیره بیدارن. همیشه گفته ها زیاد بوده اما متاسفانه عمل هیچ وقت نبوده. ما امید به این میبریم که قسمی که جهانیان گفته که شرط گذاشتن در صورت ما میتونیم حکومت طالبان را یعنی قبول کنیم و بپذیریم، و دلیل ازی که اینا باید به خواسته های مردم به خصوص خواسته های خانم‌ها توجه کنن. پس امروز حکومت امارات اسلامی یعنی میتونه این خواسته در نظر بگیره، چرا که دین مقدس اسلام برای ما ایره داده. پس امروز ثابت بسازه برای جهانیان بله، ما چیزی که گفته بودیم امروز برای ازو چی میکنیم؟ عمل میکنیم و به خواست خانما و کودکا میتونیم توجه کنیم. نه تنها، بازم تکرار میکنم، به خواست زنا و کودکا، به همه شهروندای افغانستان، همه ملت افغانستان نیاز داریم. ببین که امروز ما توجه به این کنیم که اقتصاد افغانستان چگونه باید رو به بهبود شود. سعی کنیم ما در خط فقر قرار داریم. امروز ببین که نیازمندی مردم ما به کجا رسیده، حتی نان شب روزشان نداره. ببین که ما به اینا توجه کنیم. ببین که ما یعنی جلب توجه جهانی رو به این داشته باشیم که چگونه بتونن کمکاشون افزایش برای افغانستان کنه، بخصوص به کسایی که امروز نیاز داره. من نه ډیره زیاته مننه. اغلی خیر پاک، تاسو راته وایئ چې اسلامي امارات به د انتونیو ګوتریش دې غوښتنې ته لبیک کوي او که نه؟ ببینین، وقتی که در یک ایره یکی از اصول شیوه حکومتداری است که اصول رایج است که باید هر حکومت شکل میگیره یا نظام شکل میگیره باید تعامل با نورمای اجتماعی امو جامعه داشته باشه. حالا به هر صورتی که این نظام آمد، شکل گرفت و یا قرار از شکل بگیره، چی به مشمول باشه، چی به اساس رای مردم باشه، چی به اساس نظریات مصلحت آمیز جهان باشه، اینا باید نقشای اساسی و کلیدی را مد نظر بگیرن. از اون جمله امی مواردی است که ما و همکار ما ریش بس داشتیم، مرد، تحصیل، کار، نا. ببینه در یک جامعه
موضوع اساسی را منابعش تشکیل میده، اما اقتصادش است. اینا بیاین مدیریت را سالم را آغاز بکنن با کادرایی که قبلا در نظام بودن و روی موارد اساسی کار بکنن و زیاد موضوع شرعی را اینا پوشش ندن، به خاطر که ما کشور اسلامی هستیم، الحمدلله مسلمان هستیم، با می پوشش با می ارزش ها آمدیم کار میکنیم و پاک کار کردیم و پاک پیش میریم. بناهن اینا بیاین کسایی که کادر هستن با همدیگر بسیج بسازن، در یک اداره اینا را فعال بکنن و کاراشان را پیش ببرن و همینطور موارد اساسی دیگر حق تعلیم و تربیت برای کودکان زمینش فراهم بکنن. ما بازم میگم اگر یک نظام بخواه مشروعیت بگیره، از مردم است که مشروعیتش میگیره. اینا باید بر مردم زمینه های خدمت را باز بکنن، فعال بکنن، مردم را باورشان را به دست بیارن و روی موارد نگردن که مرا زندانی بکنن، او بانو را زندانی بکنن، او نظامی را بگیرن. نخیر، دیگه وقتی که عفو عمومی اعلام شد، اینا روی موارد اساسی کار بکنن، بیاین برادر یک دیگر شوند. مسلمان هستیم ما و شما، باید گزینه هایی که اسلام مد نظر گرفته باید اونا بسیار به صورت منطقی و علمی سرش کار بکنن و کوشش بکنن خودشان به هر نحو میشه به مردم اول خود ثابت بکنن و بعدش بیاین به جامعه جهانی خودشان را ثابت بکنن. هنوز بر ما ثابت نکردن، هنوز برنامه‌هایشان را عملی نساختن که ما را متقاعد بسازن. ما مردمی هستیم که به اساس رای ما میتونیم یک زعیم و یا هم بزرگ کشور ما را انتخاب بکنه. اینا بیاین روی این موارد کار بکنن، بعدش میتونن اغلی خیرخوا اسلامی امارات وایي چې اوس هم د روغتیا په برخه کې 15,000 ښځینه کارکوونکي کار کوي او دې برخه باندې هم نور هم کار کېږي او وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د نجونو پر مخ باندې ښوونځي هم پرانستل شي. نور هغه څه دي چې کوم اقدامات دي چې د ښځو د حقونو دپاره باید وشي؟ ببینین، درست از بعضی از مرجیهایی که خیلی نیاز بوده، بسیار من که از نزدیکم خبردارم، بسیار به صورت محدود خانم‌ها را گذاشتن یک آزیری میدن و بعدم پس برمیگردن به خانه‌هایشان. به صورت اجرایی کارشان را آغاز نکردن. مثلا ببینیم نصف اداره هنوزم کارایش فلج است، هنوزم زنان در ماموریت و مدیریت کارا نیست، خوب پیش نمیره. حتی بانک‌ها گرفته، اداراتی که هم مستقل بودن و هم غیر مستقل، انجوها و همینطور شرکت‌ها، همینطور وزارتخانه‌های کلیدی، که هنوزم خانمان به صورت رسمی به کارشان آغاز نکردن، حالا معطل گذاشتن مای عمل و یا هم چند ما طرز عمل من را بر شما راه کردیم، بعد میتونین به کارهایتان بیاییم. من هم میفهمم چی گونه طرز عمل خود بود، ولی من به اساس مطالعاتی که از لحاظ حقوقی دارم، اینا باید روی از این بس نکنن که قانون کار کنن. قانون ساخته شده بود از قبل، خب درست از مورد ارزیابی قرار بتن، ولی بگذارن خانما کار بکنن. وقت خودشان ناظر نیستن که مانع فرار بعضها میشن، پس زمینه های کار و اشتغال زایی را فراهم بسازه کلگی بیاین. و اگر این کادرها نباشه، به نظر من یک کشور نظاممندی نخواهد داشتیم. بازم تحولات را شاید خواهد بدیم که ما و شما را رنج میده. تاسو ډیره مننه اغلی سپوش که تاسو راته وایئ د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په رعایت کولو ټینګار کړی دی. فکر نه کوئ چې په نړیوالو د ښځو له حقونو یو ډول تعریف دی او د طالبانو بل ډول تعریف دی؟ باز ما به گپ گذشته خود یا گپ چند لحظه پیش خود تکرار میکنم که ما از نماینده های ویژه و به خصوص کسایی که میخوایم که نمایندگی از ما کنن، متاسفانه که نتونستن درست نمایندگی کنن و نتونستن که درست دردهای اما ملت افغانستان به خصوص بانوان را بتونن به سطح جهانیان برسانن. بله، امروز که ما میبینیم گفتار حکومت امارات اسلامی چیز دیگی است و گفتار جهانیان چیز دیگه است. اما ما مردم افغانستان خواهان عدالت هستیم. اما ما مردم افغانستان خواهان ازی هستیم که باید توجه جدی برای همه ملت افغانستان که همیشه رنج دیده بوده و همیشه در جنگ بوده و همیشه دردهای زیاد را متحمل شدن. پس امروز روز ازی است که حکومت امارات اسلامی به همه دردهای مردم افغانستان
که رنج دیدن توجه کنن. و همین قسم ما از جامعه جهانی میخواییم نه ای که در شعار باشه، نه ای که تنها در گفتار باشه، نه ای که فقط بگوییم که ما توجه داریم بالای افغانستان، بگوییم که امروز ثابت بسازین ایره. و همین قسم خواست مردم افغانستان از حکومت امارات اسلامی است که نه تنها در گفتار باشه، نه ای که فقط بگوییم که ما خواست مردم افغانستان به خصوص بانوهای این سرزمین و دخترای این سرزمین و همین قسم کودکای این سرزمین ما در نظر داریم، اما متاسفانه در عمل هیچ باشه. امروز میدونین که حکومت امارات اسلامی وقتی گفتن که دروازه های مکاتب در سال جدید باز برای دختران میشه، چقدر امید مردم افغانستان یعنی گرفتن و داشتن و امید برای آیندهشان پیدا کرده. اگر ایره اینا عملی کنن یا در نظر بگیرن، پس مردم افغانستان خوشبین میشه در قسمت حکومت امارات اسلامی. اگر به این تعهد خود که چند ماه یکونی ماه دیگه باقی مانده اگر در نظر نگیرن، پس بدانین که همه مردم افغانستان چیزی که امید هم پیدا کردن و میخواین پیدا کنن همشه دوباره از دست میدن. خواست مردم افغانستان بخصوص از بانوی سرزمین است که باید برای حق و حقوقی که برشان داده شده البته توجه کنن و احترام کنن و اجازه بدن که ما در کنار برادرای خود، در کنار برادرای مؤمن خود وارد کار شویم. و افغانستان نیاز داره به این که باید همه ما کار کنیم. 5 ماه کم زمان نیست که گذشته. بله، استاد سر نظر ده حقی تعریف چه دی تعریف چه اسلامی امارات تعریف ده دوار تعریفونه ولی په یو تعریف ول نه سلاکی هر دوشان تعهد میکنه اما عمل نمیکنه. امروز حکومت امارات اسلامی همچنان بر ما تعهد میکنه، بر همه مردم افغانستان تعهد میکنه، هم ببینی که عمل نیست. و همین قسم جهانیان همچنان میگن سر و صدا میکنن، دوستدار عزیزن که سر صدا را بشنون، اما متاسفانه که بس وقت نمیشنون. دی غگ راپورت کول یاد دی دغه گنگسو اچول هدف چدی نمیدانیم. ای که چرا جهانیان در صورتی که همه موارد میدانن اقدام نمیکنن و همین قسم حکومت امارات اسلامی که خودش همه دردهای ملت میدانن اما بازم وارد عمل نمیشن نمیدانیم. اما اینا همیشه حکومت امارات اسلامی یک به تاکید میکنه که ما طرز العملا داریم، یعنی ما میخواییم کار کنیم. حکومت تازه تشکیل است، درست است که ما درکتان میکنیم که حکومت تازه تشکیل است، اما 5 ماه فرصت کم نبود. حداقل 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه حداقل شما کار میکردین که امروز میبینین بله ما حکومت تازه تشکیل بودیم، اما امروز با اینی دستاوردها هستیم در مدت 5 ماه و چند روز. بیاین که امروز ما حکومت امارات اسلامی بر ما ثابت بسازه که کدام دستاورد در قسمت حقوق خانم‌ها داره که همیشه میگن که ما طرز العمل داریم. ماه بعد بالاخره 5 ماه گذشته. درست است که نسبتاً امنیت افغانستان بهتر شده، درست است که امروز بعض مواردهای دیگه هست که رو به بهبود است، اما ما نمیتونیم بگوییم که امروز حقوق خانم‌ها در نظر گرفته نمیشه به دلیل از اینکه امروز بعضی چیزای از این بهتر شده. درست است همه مردم افغانستان از جنگ خسته شده، همه ما تشنه صلح هستیم، همه ما تشنه زی هستیم که حق حقوق همه شهروندای افغانستان در نظر گرفته شود، بخصوص کسایی که همیشه به مشکل بوده. بازم تکرار میکنیم خانم‌ها و کودکای این سرزمین است، اما خواست ما به عنوان یک فرزند این سرزمین از حکومت امارات اسلامی است که بر همه ملت افغانستان باید توجه کنند، به دردهای همه ملت افغانستان برسند. افغانستان که زینی لرون نکیگی خزی زخان لرون نتر سرکیگی چی زینی موافقی دی و زینی مخالفی دی تاوتریخوال سخه دک لرون نکوی داغ لرون استاس و نظر چه اهداف لری چه دی زینی دا طالبانو پا نفبانی کیگی یاد دی سر سولایز لرون نکیگی و زینی دا تاوتریخوال دک لرون نکوی. نظرات متفاوت است، هر کس نظر و دیدگاه خود داره، اما ما بیایم نظر داشته باشیم که به نفع ملت افغانستان باشه، به نفع یعنی همه مردم افغانستان باشه. فکر میکنیم ما خسته شدیم از جنگ، فکر میکنیم که دیگه ما تحمل درد زیاد را نداریم که باید هر روز فرزندای این سرزمین باید کشته شود، البته ناحق کشته شد. هم دغه دوه لارینو ندی د ښځو د خوانه ترسره کیږي چې 13 ورځ هم په کابل کې ترسره شو. د ښځو خوانه ترسره کیږي، یو یې د اسلامي عمارت په سره سولهمیز هغه کوي چې د اسلامي عمارت ملاتړ یې کوي او ځینې د اسلامي عمارت په ضد معنی کوي. د دې دواړو اهداف څه دي؟ یو څه غواړي بل څه غواړي؟ در سطح جهان ببینیم همه حق از ایره داره که باید تظاهرات کنند تا بتانه عدالت برقرار کنند، تا بتانه که حق به حقدار برسه. درست است امروز خانمایی که یعنی حکومت امارات اسلامی نمیخواه، اونا همچنان شاید عدف و پلانشان داشته باشند یا ای که به خواستشان توجه نشده، و امروز بانوایی که از حکومت امارات اسلامی یعنی حمایت میکنن اونا هم البته خواست و توقعش نداره که هر دوشان یعنی حقشان است که باید تظاهرات داشته باشند تا بتانن عدالت برقرار کنند، تا بتانن برای مردم ثابت بسازن که
میتونه حکومت امارات اسلامی از این گزینه خوب باشه، میتونه از این گزینه خوب نباشه، اما حکومت امارات اسلامی اینجا چی مسئولیت داره؟ باید صدای هر دوش گوش کنه تا بتونه مشکل هر دوش حل کنه. اگر یکی مشکل نداره به خاطر از این که حکومت امارات اسلامی همیشه باشه، باید به خواسته های از نو همچنان توجه کنه و این بانوایی که نمیخواین یا خواسته هایی دارد باید به خاص چون توجه شود. حکومت امارات اسلامی اینجا وظیفه داره و مسئولیت داره که باید بر همه ملت افغانستان توجه کنه، با خصوص کسایی که اعتراض به ضدشان میکنه باید توجه کنن. اینا چرا امروز تظاهرات به خاطر عظیم میکنن که باید به خواسته هایشان توجه شود؟ بازم تکرار میکنم، اینا خواست زیاده ندارن، خواست آزادی دارن که مطابق به شریعت اسلامی و به خاطر تعلیم و تربیت و به خاطر چی است؟ به خاطر نان است. کی مسئولیت حکومت امارات اسلامی است؟ رازو ده حل لاره تا چه اسلامی امارات تا چه کول پکار دی وست دیده پرا چه غوشی او نریوالی طول نتا چه پکار دی چه ده حالات چه خووزو؟ امروز خواست همه ملت افغانستان از حکومت امارات اسلامی است که باید برای همه مردم افغانستان توجه کنند تا بتانه یک حکومت عاری از همه چیز داشته باشه، و همچنان خواست مردم افغانستان از جهانیانی است که باید توجه خاص به افغانستان داشته باشند، نه در شعار و گفتار باشه. البته همه ملت افغانستان هم از جامعه جهانی و هم از حکومت امارات اسلامی داره و همین قسم جامعه جهانی باید چی کار کنه که امروز بتانه که بحران انسانی در افغانستان هست اینو چگونه بتانه حل کنه، و همین قسم حکومت امارات اسلامی باید چی کار کنه تا بتانه که جهانیان توجه زیاد بر افغانستان داشته باشه. پس هر دوی ازی در قبال مردم افغانستان مسئولیت دارن که باید مسئولیت چون ادا کنن. کوم ټکی دی چې اسلامي امارات ورته په عمده توګه باندې که اسلامي امارات ته ستاسو وړاندیز دی چې هغه ټکی له منځه یوسي چې د رسمیت پیژندلو ته هم لاړ شي او تر څنګ یې هغه حقوق غم خلکو ته ورسیږي؟ امروز چیزی که زیاتر مورد بحث است و داغ است در سطح جهان و در افغانستان موضوع تعلیم و تربیه دخترها است که باید دروازه مکاتب برای دخترها باشه، و همچنان در ساختار حکومت باید خانم‌ها سهیم باشه، و همچنان فعالیت‌های اقتصادی خانم‌ها باید بتونن در فضای آرام و بهترتر قسمی که تعهد کردن که مطابق به شریعت اسلامی برشان بده فکر نکنم که هیچ حق بالاتر از این باشه، و همین قسم مواردهای دیگه است، و همچنان مردم افغانستان خواهان یک حکومت همشمول است و جامعه جهانی همچنان باید طرح‌ها و برنامه‌های بهتر و خوبتر در قسمت افغانستان باید داشته باشه. ډیر مننه اغلی سپوش. ممنون. له تاسو هم مننه اغلی خیرپات چې بس کې را سره ګډون وکړو، خو د لکستونز له کبله چې اړیکه د هغې را سره پرې شوه او د بس تر پای شېبو را سره پاتې نه شوه. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې بس مو را سره تر دې ځای پورې ولید. نور مو په لوی او بخون کې رب سپارم، خوشحاله شېبې ولرئ.